سلام خوش اومدید به اپیزود 117 همه پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما خب این هفته هم مثل هر هفته میخوایم فکچک رو مرور کنیم که رو سایت فکتنامه منتشر کردیم و سایت فکتنامه هم با اینکه گفتید تکرار نکنیم ولی باید تکرار کنیم سایت درستی سنجیه سایت فکچکینگ کار ما بررسی در درستی حرفهای مسئولان و شخصیت های ایرانیه و خبرهایی که تو رسانه و شبکه اجتماعی منتشر میشه و خب میریم سراغشون ببینیم چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن یکی از دوستانم البته نو... با مزه نوشته بود که ما هی به شما میگیم که این مقدمه رو کوتاه بکنید <laughs> شما هر <عدفه laughs> توضیح میدین یه ذره اضافه داشت میکنین توضیح بدین چرا باید این مقدمه اهمیت داره ولی خب به لازمه که ما این توضیح رو بدیم این دفتم بگیم که این پادکست رو ما چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم تا جمعه صبح که پادکست منتشر میشه ممکن اتفاقای جدیدی بیفته خبرهای جدیدی بیاد که ما طبعا تو پادکست بهشون اشاره نمی کنیم گاهی وقت سرعت رویداد اونقدر زیاده که تو همین فاصله خیلی اتفاقا میفته که لازم ما این توضیح رو اول پادکست واقعا لازمه که این توضیح رو اول پادکست بگیم این هفته هم خب مثل هفته پیش خیلی سریع هفتش تا فکت چک رو که تو سایت فکت منتشر شده مرور میکنیم و در آخر و انتهای پادکست هم چند تا از کامنت رو میخونیم و چند دقیقه دربارشون صحبت میکنیم درود بر یکی از فکت های جالبی که این هفته منتشر کردیم یه ادعایی بود که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بود توی گزارشی که ادعا میکرد ویژگی آب زمزم هیچ نمونه ای در جهان نداره اونایی که پادکست رو دنبال میکنن میدونن ما یه لیستی داریم از کلمه ها و کلید کلن کلید که وقتی توی خبری میبینید پیشنهاد ما اینه که شاخکا... و... شاخکامون رو تیز کنه چون معمولاً کلید که برای خبرهای ساختگی استفاده میشه دو تا از این کلمات کلماتی که تو این لیست هستن نانو و ژاپن و دانشمند ژاپنی و دانشمندان ژاپنی کلا ژاپن جزء این لیسته و خب توی این خبری که ما حالا می‌خوام بریم سراغش هر دوی این کلمات هست حالا چرا درباره آب زمزم یهو یه نوشته خبرگزاری تسنیم ممکنه بدونید که الان به زمان برگزاری مراسم سالانه حج نزدیک میشیم و خب توجه گروههایی از مردم به این واقع است و مثل ماه رمزون یا مناسبت های دیگه خبرهایی که درباره حج وجود داره هم بیشتر تو این روزا در رسانه ها دیده میشه یکی از این چیزها مطالب مربوط به آب زمزمه که سوژه خیلی از حرف تئوری توته و خبرهای ساختگی یه چیزی هم بود چند وقت پیش چی بود درباره علی کرم... کرمی صحبت میکردیم خیلی وقته که آب زمزم مسموم کردن دشمنان برای توته علیه مسلمان ها بکنن ترور بیولوژیکی بکنن آره خلاصه <تصفح> آب زمزم زیاد راه پیدا میکنه به اینجور ادعاها خب تسلیم هیفته خورداد یه گزارشی منتشر کرده و اونجا درباره خصوصیات خاص آب زمزم ادعای مختلفی کرد. یه جایی از گزارش نوشته که از معجزات آب زمزم اینه که از ابتدای پیدایش تا الان خشک نشده یه جای دیگه از یه محقق ژاپنی به اسم ایمو ماسارو اسم میبره که اصلا که در واقع ورژن اشتباه ماسارو ایموتوه و گفته این آقای ایموتو گفته میگه آب زمزم با بقیه آبهای جهان فرق داره حالا میرسیم به این آقای ایموتو یه جای دیگه از مطلب هم میگه که مدیر یه مرکز پزشکی در مونیخ گفته که 20 دقیقه بعد از خوردن آب زمزم انرژی زیادی به جسم منتقل میشه و میتوان از آب زمزم به عنوان درمان موثری در بخش های مختلف پزشکی استفاده کرد. خلاصه ولی واقعا هرچی آنچه خوبان همه دارن این مطلب تصمیم همش رو یه جا کرده و داره واقعا معلوم نیست اصلا این چیزها رو قبل از انتشار سردبیری اینا میخونه دارن ادیتوریال چک میکنن ولی خب شما بر... چی فکر میکنی آرزا بر... ما... من نمیدونم خبر ندارم اونجا ولی منتشر باید. میشن میدونم اینا منتشر میشن و دیدم میشن به دست ما میرسه ما هم چک میکنیم خب البته این رو هم بگم که ای اداب... این فقط توی تصنیم هم منتشر نشده عین همین مطلب توی خبرگزاری صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده که باشگاه خبرنگاران جوان آخرش هم صداد... ن... یعنی توش نوشته به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج یعنی میشه حدس که یه جایی به اسم پایگاه اطلاع رسانی حج که من خود اصل این سایت رو پیدا نکردم یه سایت دیگه هست پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت که مال سازمان حج و زیارته اون این مطلب رو نداشت ولی به حال این رسانه این مطلب به خصوص رو به نقل از یه چیزی یعنی حداقل باشگاه خبرنگاران گفته که از اونجا آوردن این رو منتشر کردن حالا ولش کنیم از کجا مدره بذاریم کنار بریم سراغ مطلب اگه موافق باشی اصلا با اون محقق ژاپنی شروع بکنیم این آقای ماسورو این موتور رو شاید اسمش رو شنیده باشین اگر نشیدین یه گوگل بکنید میبینید یه چیزای جالبی دربارهش میبینید ایشون محق... قطعا محقق نیست دانشمند نیست در واقع یک بیزینسمن ژاپنیه که سال 2014 از دنیا رفته کتاب های مشهوری داره به فارسی هم کتاباش منتشر شده پیام های پنهان در آب و قدرت حقیقی آب و یه چیزایی یه سری فرضیات شبه علمی داره که میگه میتونه با آب ارتباط برقرار کنه به افکار و کلمات مثبت مولکولای آب در واقع واکنش نشون میدن یا مثلا میگه که میشه آبهای آلوده رو از طریق دعا و افکار و انرژی مثبت و اینا پاک خلاصه یه چنین فضایی داره اینی که توی خبرگزاری تصمیم بهش میگن محقق یا دانشمند ژاپنی حرفش هم اینه که ظاهرا ذرات آب بر اساس اون چیزی که ما بهشون میگیم تغییر میکنن و کیفیتشون خوب یا بد میشه مثلا اگه حرفای بد و تهدید آمیز و خشونت آمیز به آب بزنید ذراتش مولکولاش مثلا زشت میشن کیفیتش میاد پایین و برعکس اگه حرفای خوب بزنید کیفیت حرفای منفی مثلا به آب نباید بگیم که نه نربه نه به آب بگیم باید بگیم این کار تیز باشه مثبت بزنیم حرفای تیزی بگیم مثلا به بچه میگن نه نگیم اینا همش بگیم ما این کارو نمیکنیم <تصفح> بگیم ما اون یکی کارو میکنیم اینم جله آب نباید تیز بشه مراعات کنیم و... آب لوس نکنید آره. دو روز دیگه دو روز دیگه جریان پیدا میکنه میره موازه باشه آب فرد جله آب مثلا جله آب هستی مرفه بعد نزن بدون رو اون چیز بکنید لب آب بده قبلا هم پیش اومده که از ازمون خواستن درباره ایشون بنویسیم تا الان وقت نشده بود ولی خب دنیای آقای این ولی خب این فکت چک بهونه خوبی شد که یه ذره حداقل بهشون اشاره بکنیم من چه مؤدبانه میگم بهشون بهشون اشاره بکنیم به اون بزرگوار آقای آره مستاری. آقای موتو آقای واقعیتش <تصفح> 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 این هم اینه که خب این ادعا رو در دسته ادعای شبه علم و غیر معتبر دسته بندی میکنیم ما همونجور که رضا گفت به خاطر اینکه خب یه یافته و پژوهش زمانی معتبره که شرایط علمی برای آزمایشش وجود داشته باشه مثلا در فضای کنترل شده آزمایش بشه به میزان کافی انجام بشه و اصلا کلا آزمایش پذیر باشه با تکرارش ما به نتایج ثابت برسیم و بعدش با جامعه علمی اون نتایج به اشتراک گذاشته بشه بقیه بررسیش کنند یه ذره ایراداش رو پیدا بکنن این پروسه علمیه دیگه اینجوری ابتال پذیرم باشه یعنی یه فرضیه ای نباشه که بنش نقدش کرد نشه چیز کرد یه چیزی رو هوا نباشه بشه گفت آقا اینجاش ایراد داره اونجاش ایراد داره وقتی چیزی نیست که نمیشه در واقع سنجیدش معمولا هم تو این چیزا کنم افشین داشت تعریف میکرد که تو این مواقع هم که میگن خیلی وقت تو اینجور چیزایی حرف انرژی و این چیزا میگن خب باید اعتقاد داشته باشی یعنی اعتقاد نداشته باشی فلان اتفاق نمیفته و خب این دیگه همینجا اتوماتیک از حوزه علم خارج میشه حالا شما میخواین باور داشته باشید اون بحث دیگه است ولی بدونید که این تو حوزه علم نیست آقای این موتور رو اگه میخواین بخونید قبول کنید حرفاش رو هیچ مشکلی نیست قبول کنید ولی نگید این علمیه و این ثابت شده و همونجوری هم که گفتی باید کسی اگر همین آزمایش رو تو زمان دیگه ای هم بتونه تو هر مکانی انجام بده چه باور داشته باشه چه نداشته باشه شما به جاذبه باورم نداشته باشی در صورت آزمایش بکنی به یه نتیجه میرسید اون اعتقاد قلبی این وسط نباید یه فاکتور تعیین کننده باشه به هر حال انرژی مفهومیه که تو علم فیزیک تعریف مشخصی داره گاهی وقت حالا طرفداران شبه علم انرژی رو در شرایطی به کار میبرن یه مفهومی رو براش قائل میشن که خب همونجور که گفتی شما نمیشه سنجیدش با ابزار مثلا میگن فلان هر فلان آدم فلان چیز انرژی منفی داره که خب اینا پای اساس علمی نداره اینجا هم همین مسئله است حالا اینو بذاریم کنار بیا بیا این یا انرژی مثبت بفرستید برام انرژی های تون رو بفرستی برن این در واقع همون دعا کنیده فقط مثلا خواستن سکولارش کنن شده انرژی مثبت بفرست قدیما میگفتن دعا قدیما که هنوزم میگن کسی که معتقدم میگن برای من دعا کنید حالا ولی بیا بگ بگذاریم از این بریم سراغ چیزی که تو تصمیم منتشر شده که نادرست در نادرسته حالا این آقای بیزینسمن ژاپنی آقای ماسورو ایموتو اینا رو بذاریم که نه اصلا یه چنین حرفی رو تا اونجایی که ما گشتیم و چیزی درباره آب زمزم نگفته که اگر هم میگفت در واقع مبنا اعتباری نداشت حالا اصلا درباره آب زمزم هم تا حالا بر توی اون کتاب و نوشتاری که ازش باقی مونده چیزی ننوشته و نقل قولی ازش نیست آره دیگه فقط تو سایت ها و کانال های که اسلام تبلیغ میکنن اومده مثلا یه سایتی به اسم عرب نیوز اونجا یه مطلبی نوشتن با عنوان آب در سطح نانو واقعا زیباست محقق ژاپنی درباره انرژی آب توی مقاله که درباره نانو و انگار برای مختتر اختصاصی برای پادکست ما نوشتن این خبر رو آره همینطوری یه مینگوزاری کردن دونه دونه ما باید رد کنیم نانو از باز از روی محقق ژاپنی اینا بپریم آره اون سایت ادعا کرده که این آقای ایموتو به مدرسه دخترانه دارالحکمه در جده عربستان رفته اونجا یافتای خودش رو درباره آب زمزم بیان کرده ولی خب به حال چنین چیزی تو کتاباش نیست یه مسئله معتبر علمی رو هم نمیشه اینطوری پذیرفت که یکی تحقیق کرده رفته توی مدرسه اینا رو بیان کرده حالا ما توضیحات بیشتر هم دادیم پس این بخش صحبت هم کاملا بی اساسه یعنی نه تنها حرف های آقای ایموتو درباره آب کلا جنبه علمی نداره بلکه اصلا کلا آقای ایموتو اصلاً درباره آب زمزم حرف نزده و از اون نگاه کنیم اگر هم حرف زده بود هم اعتبار خاصی نداشت یه قضیه دیگه هم تو این گزارش اومده که اونم قصه آلمانه تصمیم می نوشته که یه شخصی به اسم کنت فایز که مدعیه که مدیر یکی از بزرگترین مراکز پزشکی در مونیخ آلمانه یهوی فهمیده که 20 دقیقه بعد از خوردن آب زمزم انرژی زیادی به جسم منتقل میشه و میشه از زمزم برای درمان موثر تو بخش‌های مختلف پزشکی استفاده کرد خب ما رفتیم اینو گشتیم بررسی کردیم واقعا ما میگردیم این چیزا رو دنبال این چیزها هم میگردیم <applause> که آیا چنین آدمی هست چنین هایی بوده چنین نقل قولی هست خب در منابع غیر فارسی که چنین چیزی ما پیدا نکردیم تو چند تا سایت فارسی زبان در سالهای گذشته یه چنین چیزی رو نوشتن که کنت فایز نامیه یه چنین چیزی رو گفته پس اینم پای و اساسی نداره یعنی اینکه فرض کنیم یه جایی در آلمان که یه مرکز علمیه یه آقایی که دانشمند اونجا اومده باشه این حرف رو بزنه این اثری ازش بجز چند تا وبلاگ فارسی زبان در سالهای گذشته اثری ازش نیست ولی خب میان از این استفاده میکنن و بحثا میکنم به عنوان یک فکت پزشکی میگن که ببینید در آلمان دارن از این به عنوان یک پدیده ای که اثر درمانی داره میان استفاده میکنن که چه چون چیزی خب وجود نداره اون قصه خوش نشدنم واقعا معلوم نیست بر چه اساسی گفتن آیا مطالعه انجام شده ما چنین مطالعه ندیدیم میدونیم سازمان زمین شناسی عربستان یه مرکزی داره به اسم مرکز مطالعات و تحقیقات زمزم طبیعی هم از آب اونجا به حال مصرف زیادی داره خیلی اعتقاد دارن اینکه باید اون آب مدیریت بشه مطمئن باشن از کیفیتش اینها اینا بحثایی که به هر حال میطلبه تشکیل چنین مرکزی اونجا میدونیم که میان روی آب کار میکنن استریزه میکنن ذخیره سازی میکنن تحقیقات میکنن که تحقیقاتشون هم نشون میده روی این آب تحقیقاتی که انجام دادن آبش بیرنگ و بوه مثل بقیه آبها یه مقدار قلیایی چیز اعجاب آوری دربارش گفته نشده یعنی جایی نیست که چیزی رو گفته باشه که این یه آب ویژه است یا یه ویژگی خاصی داره که در سایر آبهای جهان یه چنین این مرکز که چیزی نگفته جایی هم در مراکز معتبر علمی گزارش ها مقاله ها چیزی به این مضمون نزدیک به این مضمون که آب زمزم ویژگی خاصی داره وجود نداره حالا بعد از تمام این حرفایی که درباره اجاب انگیز بودن آب زمزم و این سری قدرت های ویژش با مزه است که رو سایت تصنیم وقتی این گزارش رو باز بکنیم کنارش یه گزارش دیگر رو پیشنهاد کرده بخونید تیترش اینه توصیه های بهداشتی حج آب زمزم تصفیه نشده را نخورید <تصفیح> اینش خیلی با است جا... که آره. که همونجا این آب آبی که درسته م... کلی معجزه داره و انرژی زیاد و نمیدونم آلمانی ها اومدن برای درمان استفاده میکنن درمان همه چی ولی خب تصفیه شد نشده نخورید تصفیه بکنید بعد با تصفیه علمی بکنید بعد بگذاریم آقا شاخدار دادیم بهش بله به مجموعه این ادعاها نشان شاخدار دادیم خانم جمیله علم دانشیار رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بشتی که همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هستش با تلویزیون ونزوئلا مصاحبه کرده که یه جمله از این مصاحبه خیلی باستاب گسترده ای داشته اونجا که عمر درختای دانشگاه شهید بشتی رو با تاریخچه ایالات متحده آمریکا مقایسه میکنه نوزیگالایدات دلوسارو بوله دمیونیورسیدا سن درخت اون بیشتر از سن آمریکاست. این هستش که اصلا ای از این حالی. ادعا خب خیلی باستاب داشت تو رسانه ها و مخصوصا شبکه های اجتماعی یه سری از طرفدارای صحبت های ایشون میگفتن که آفرین چه کنای خوبی زد ولی خب این از اون ادعاییه که چون عدد و رقم داره و خب جالب هم هست میشه رفت سراغ تاریخش و دید اوضاع از چه قراره دانشگاهی که خانم علم الهدا توش کار میکنه دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه ملی سابق که سال 1338 تاسیس شده این دانشگاه الان تو منطقه ولنجک و اوینه ولی خب اون سالی که تاسیس میشه یعنی سال 38 در مرکز شهر تهران بوده مثلا یه ساختمونش تو یوسف آباد بوده ما عکس ها و گزارش های روزنامه های اون سالها رو هم تو مطلب آوردیم رفتیم پیدا کردیم این پردیسی که پردیس دانشگاهی که خانم علم و داره در صحبت میکنه سال 1343 افتتاح میشه یعنی 59 سال پیش دقیقا دقیقا 59 سال پیش خب عکسهایی هم هست از مراسم افتتاحش و اون ماه اول تاسیس دانشگاه یه سری نهال و اینها دور ساختمون کاشتن لاغل تو عکسهایی که منتشر شده خبری از درخت های قدیمی نیست به مرور هم که این دانشگاه گسترش پیدا میکنه و پردیس های جدیدش افتتا میشه میبینیم که همزمان فضای سبز هم زیاد میشه نهال و درخت میکارن تو اون منطقه ولی چیزی وجود نداره که ثابت کنه و نشون بده که درختی قدیمی تر از این حرفا تو محوته و محدوده دانشگاه شهید بهشتی وجود داشته باشه حالا خانم علم الهدا که خب خیلی اقراغامیستر داره میگه درخت دانشگاه ما از عمر ایالات متحده بیشتره یه طرف دیگه هم ادعای درباره تاسیس و استقلال ایالات متحده است که خانم الان محدودات میخواد در با عمر کشور ایران مقایسهش کنه که تو این وسط هم میگه تمدن 15 هزار ساله داره ایران که خود اینم باید فکت چک کنیم تا الان وقتی میخواستن خیلی اغراق کنن میگفتن که یه 7000 سال و 5000 سال اینا دیگه 15000 سال اینا مالا بعد قدیمی ترین تمدن سومریان تمدن یعنی به اون معنا که بشه بهش گفت تمدن یعنی تمدن بس تمدن میدونی دیگه تمدن که اونا تقریبا فکر میکنم کنم تو هفت 7000 ساله 15000 سال تمدن 15000 ساله خیلی جالبه یعنی اون ورا اقراق میکنه بریم آقا آره این بگذریم از این ولی خب حالا موضوع فکت که ما درخت و درختان دانشگاه شهید بهشتی و آمریکاست که واقعا حالا نمیدونیم چرا اینا باید با هم مقایسه بشن یعنی خب چی و اثبات میکنه نمیدونیم ولی به هر حال ما میگذریم از سابقه سکونت های سیزده هزار ساله در آمریکا و تاسیس شهرها در قرن هیفته میلادی یعنی قبل از در واقع به وجود اومدن ایالات متحده اصلا دانشگاه هایی که الان تو خود هم دانشگاه هایی که در 400 سال قدمت داره آقا دانشگاه دیگه مثلا اصلا دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی جایی بوده که پدران بنیانگذار آمریکا اونجا اصلا جمع شدن و کلی از چیزها رو اونجا می نوشتن اونجا جلسه می زاشتن. یعنی یه دانشگاه پرینستونی بوده بعد ایالات متحده به وجود اومده و اصلا به مدت کمی حالا یه فانفکت چیزی به مدت اولین پایتخت چیز در واقع اونجا بوده پایتخت دیفاکتور پایتخت آمریکا یعنی آمریکا آمریکای تازه تاسیس از اونجا اداره می شده به مدت خیلی کوتاهی که بعدا میشه واشنگتن دی سی حالا اینا رو رو بذاریم کنار بنا رو بذاریم به همون تاریخ استقلال آمریکا که میشه 1776 میلادی یعنی 247 سال پیش یعنی اگه یه درخت 250 ساله تو دانشگاه شاید پیدا کنی یا اون حوالی درست میشه حرف خانم دقیقاً داریم حالا از خود اوین شروع کردیم آقای عبدالرضا داوری فعال رسانه‌ای و از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد یه توییتی زد نوشته بود که دفاع کرده بود از خانم علم الهدا اونجا نوشته بود عمر درختان منطقه منطقه اوین بین 300 تا 700 ساله پس حرف خانوم علم الهدا درسته اینطوری نیست ولی اولا که وجود درخت کهنسال در اوین خب به معنی این نیست که درختهایی که تو محوت دانشگاه شهید بهشتی کاشته شدن هم چنین قدمتی دارن بعدم کلا درخت 250 ساله واقعا پدیده خاصیه تو تهران ما خبرهایی داریم که تک و توک درختانی با این قدمت هستن تو شهر که طبق قانون تبدیل شدن به آثار ملی و ازشون حفاظت میشه سید مهدی عرابی که پژوهشگر تاریخ شمیرانه استاد دانشگاه علامه تبا است میگه چند تا درخت چنار هستن در اوین و شمیران که عمر دیویس ساله دارن اینو به این خاطر میگیم که یعنی یه چیز عادی نیست اونجا یه چیزی نیست که یهو همه درختان اوین مثلا ریخته باشه درختای دیویس دیویس ساله و یه چیز عادی باشه مثلا فارسی گزارشی داره درباره منطقه پنج تهران میگه اونجا دو تا درخت هست که 270 تا 300 سال عمر داره و این طبق قانون به عنوان میراث ثبت شده ازش حفاظت میشه تو کل ایران هم همینطوره ما لینک و توضیحات رو آوردیم تو مقاله ای که نوشتیم به این خاطر در این تاکید به خاطر اینه که پس اگر درختی وجود داشته باشه که عمرش از تاریخ آمریکا بیشتر باشه شناخته میشه ثبت میشه ما خبردار میشیم دربارش و یه پدیده خیلی عادی و معمولی نیست که همینجوری کسی خبری ازش نداشته باشه و تو فضای دانشگاه باشه پس تو همچین شرایطی اینکه بگیم درختای دانشگاه شهید بهشتی عمرشون از آمریکا بیشتره قطعا حرف نادرستی یه چیزی این وسط وجود داشت که اونم این بود که خب به حال مثلا یه دی ممکنه اینجور استدلال بکنن که خانم علم الهدا داره از صنعت اقراق و اینا استفاده میکنه برای اینکه مثلا تنه بزنه بگه آمریکا عمرش کوتاه ولی ما خیلی طبعا. ولی یه نکته ای وجود داره اینه که شما دارید وقتی میخواید مقایسه بکنید حتی خود مقایسه اصلا درخت و اینا رو بذاریم کنار شما چی رو با چی داری مقایسه میکنید آیا نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا یعنی اون تأسیس کشور و دولت مدرن ایالات متحده آمریکا رو مقایسه میکنی بله اون 250 سال قدمت داره ولی مگه مثلا دولت مستقر جمهوری اسلامی ایران چقدر قدمت داره 40 سال قبلش مثلا شما نمیتونید چیزه وگرنه اگه بخوای سابقه تمدنی رو حساب بکنی خب چندین هزار سال تو خود آمریکا هم شما میتونی آثار تمدنی پیدا بکنید اصلا قدیمی ترین درختان جهان این خیلی جالب بود من خودم اینجوری داشتم سرچ میکردم توی کالیفرنیا آمریکا درخت هستش 5000 سال قدمت داره قدیمی ترین درخت جهانه یعنی اگه بخوای شما بیای اینجوری مقایسه بکنی که خب نمیشه دیگه یعنی به خب یه نفر میاد اونور چیز میشینه میگه که آقا درخت قدیمی ما دو برابر کل تاریخ پادشاهی و تاریخ وجود دولت در منطقه ایران قدمت داره خب این, این اونم مقایسه غلطیه خلاصه از اون که کانسپت اصلی این مقایسه مقایسه درستی نیستش دقیقا البته کل کانتکس حرفی هم که داشت میزد درباره این بود که آمریکا میخواد با تهاجم فرهنگی نهاد خانواده رو از بین ببره سنت های مثل هجاب رو از بین ببره در ایران ضعیف کنه و خب میخواد بیاد بگه یک کشور هز... یه کشور با تمدن 15 هزار ساله که گفتیم خیلی خیلی غرق میزه یک کشور نوزهور که عمر درختهای ما هم از اونام بیشتره میخواد بیاد ضعیف کنه و بعد اونجا برای همین میگه که خب مردم ما میخندن به این تلاش های آمریکا میخواستیم اینو بگیم که آره اگه یکی اومد ایراد گرفته بگه که آقا شما چرا فکر چک کردین تو مثل که مناقشه نیست این چه چیزی نه آقا اصل حرفی هم که داره میزنه مبنا و پای اساس اصلا چیزی که داره میگه هم ایراد اساسی داره فراتر از این بحث و اینکه به هر حال خب موضوع عدد و رقم تاریخ و درخت و دانشگاه و دولت و اینا همه عدد رقمش مشخص به قابل اندازه‌گیری بود فکر کردیم نشانه نادرستم دادیم خب تصنیم که انجام شد جمیله علم ها دارم. گفتیم بریم سراغ کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران که این هفته دو تا که ازش منتشر،, منتشر کردیم یه دونه هم نه دو اولیش درباره هواپیماست که آقای صدیقی گفته ما هواپیمایی داریم که با صنعت هسته‌ای 15 کیلومتر زیر زمین رو نشون میده که کجا معدن و مخازن زیرزمینی داریم این رو به عنوان دستاورد معرفی کرده بود که تو شبکه های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت و یه سری هم پرسیده بودن که خب این چه هواپیمایی که جمهوری اسلامی بهش دسترسی پیدا کرده آقا فراد نشان لو نده آخرش بگیم با مزه است به <تص> طور کلی که اکتشاف با کمک مواد رادیواکتیو از قرن 19 میلادی وجود داشته سطح زمین رو با پرتو ایکس یا گاما پایش میکنن بعد مثلا میبینن یه جایی که در اصطلاح پرتوزایی بیشتری داره احتمالا موادی اونجا هست که معدنیه بنابراین دستاورد جدید و خاصی نیست یه فناوری تقریبا قدیمیه ریشه این حرفی که آقای صدیقه میزنم جالبه یه هفته قبل از این رهبر جمهوری اسلامی تو محل اقامتش در دم... نمایشگاهی برگزار میکنن و میره میبینه تو همون حسینیه امام خمینی برای دستاوردهای هسته ای ایران گزارش این دیدار و این بازدیدم تو سایتش هست و شبیه به همین ادعا اونجا هم مطرح میشه میگن که آره از دانش هسته ای برای کشف معادن اورانیوم و چاهای نفت استفاده میکنن و از عبارت ژئوفیزیک هوا برد استفاده میکنم اونجا هم این ادعای 15 هزار متری زیر زمین رو به کار بردن ولی خب ماجرا چیه؟ این در واقع یه هواپیمای سبک معمولیه و که روش تجهیزات خاصی نصب میشه یعنی خود این هواپیما خیلی چیز عجیبی نیست یا یعنی بعضی ها ممکن فکر کنن یه هواپیماییه که با انرژی هسته‌ای داره کار میکنه نه این حالا این سوء تفاهم نباید پیش بیاد اون تجهیزاتی که روی این هواپیما هست هم عجیب نیستن یعنی قبل از انقلاب تو ایران هم سابقه داشته وجود داشته حالا اصولا ژئوفیزیک هوابرد یعنی شناخت زمین و کیفیتش و بررسیش با استفاده از یه سری دستگاه ها و طیف سنجایی که روی هواپیما یا هلیکوپتر یا بعضی وقتا رو پهپاد نصب میشه اینا چیز جدید نیست سازمان زمین شناسی کشورم سالها ازش استفاده میکنه برای اکتشافات معادنی مثل, مثل اورانیوم که خب پرتوزا هستن از دستگاهی استفاده میشن که اینا توی در واقع تو صنعت جزء صنایع هسته محسوب میشن اونجا دیولپ میشن و توسعه داده میشن سازمان انرژی اتمی ایران هم تا همین اواخر نمونای خارجی شو داشته ازش استفاده میکرده ولی این چیزی که الان دارن تبلیغش رو میکنن و دربارهش حرف میزنن به عنوان دستاورد سنت هسته ای نمونه ایرونی همین دستگاه است که خب مهندسی معکوسش جزو چیزاییه که حدود یک سال توسط رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان دستاورد سنت هسته ای تبلیغ میشه ولی چیزی که اینجا وجود داره اون بخش نامعلومش برای ما این که کیفیتش رو ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم مستقلا یعنی در واقع اون ادعایی که این از عمق 15 کیلومتری رو پایش میکنه راهی براش وجود نداره که ما بفهمیم حالا اگه خانم علمان رودا میخواست اینو رو بگه میگه 15 هزار <تص und> <تص> کیلومتر در عمق 15 هزار کیلومتر برای همین ما به این گفته آقای صدیقی نشان نیمه درست دادیم نشان نیمه درستم چون زیاد ازش استفاده نمی کنیم شاید تعریفش رو سایت یه بار دیگه با هم مرور بکنیم تعریف نیمه درست اینه که گفته یا آمار واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم ذکر نشده باشد که ما فکر کردیم این گفته ی آقای صدیقی در واقع میتونه شامل این نشان بشه و نشان نیمه درست ما وقتایی هم استفاده میکنیم که یه چیزی خیلی احتمال یعنی احتمال داره امکان داره که درست باشه یعنی شواهد میخونه همه این چیزاش درسته ولی ما نمیتونیم به صورت قطعی تایید بکنیم الان این هواپیماه بله یه چنین هواپیمایی میتونه ممکنه شواهدش هست اینا هستش که بیاد و تا 15 کیلومتری هم میتونه بره به قول معروف اکتشاف بکنه این اینا اینو بله اینا درسته ولی اگه ما بهش بدیم نشانه درست با قطعی انگار که ما داریم تایید میکنیم که این دستگاه داره. کار میکنه این اتفاق میاد نه که اون قسمت های اون قسمت هایی که هستش اینم تو اینجور مواقع ما, ما نشان نیمه درست میدیم که حالا یه نمونهش هم داریم قبلا با یه آقای راجی هم یه بحثی کردیم که آخر همین اپیزود در بارش مفصل تر صحبت میکنیم اونجا هم هم نشان نیمه درست یه سوه برداشت و سوه تفاهمی اومده بود که حرف زدیم خب فکچه که بعدی که از گفته امام جمعه موقت تهران ما داشتیم درباره این بود که ایشون گفته بود با ساخت موشک هایپرسونیک فتا ما چهارمین قدرت نظامی دنیا شدیم واقعیت اینه که ایران تا پیش از رونمایی موشک هایپرسونیک فتا توی هیچ کدوم از گزارش های بین المللی که وجود داره در ردیف ده تا کشور اول نظامی دنیا قرار نداشته هیجا نذاشتن ایران و قدرت نظامی ایران با ده کشور اول دنیا حالا با ده کشور دوم مثل ترکیه، برزیل، اندونزی، مصر، اوکراین، استرالیا، اسرائیل، ویتنام و لهستان قابل مقایسه است اما با کشورهای ده تا قدرت نظامی اول نه تا حالا اصلا یعنی خیلی فاصله زیاده خب میدونیم آمریکا روسیه و چین که سه تا قدرت بلا منازع نظامی هستن به تو... هر سر هم به تکنولوژی موشک هایپرسونیک دسترسی دارن اما اینجوری هم نیست که ایران هم حالا چهارمین کشور باشه قبل از ایران هند آلمان فرانسه استرالیا کره جنوبی کره شمالی و ژاپن هم آزمایش موشک هایپرسونیک رو انجام دادن و توسعه برنامه موشکی در کلاس هایپرسونیک تو برنامه هاشون بوده حالا حتی اگه به فرض که این کارم کرده باشن جو چهارمین کشور هم به فرض باشن بازم داشتن یک تکنولوژی نظامی به تنهایی باعث نمیشه که یک کشور بشه قدرت چهارم نظامی دنیا کما که میدونیم اسرائیل با بمب اتمی جز ده کشور اول نظامی دنیا طبقه بندی نمیشه قرار رده ب... تو رده بندی جهانی اینجوری نیست توی رده بندی جهانی حتی از ایران هم پایینتر توی بعضن قرار می گیره. روی این حساب خب ما اینا رو گذاشتیم کنار هم دیگه و به این حرف آقای صدیقی نشان نادرست دادیم خب این هفته ما یک گفته ای هم از محمد رضا نقدی رو فکر چک کردیم که معاون همان کننده سپای پاستارانه و رئیس فرمانده سابق بسیج که در یک سفری در خوزستان اخیرا گفته که طبق آمار بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بیشتر از آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن بوده رضا ما به این گفته نشان شاختار دادیم یه توضیح برامون بده که چرا بهش نشان شاختار دادیم و قضیه چه قراره و چه عدد... آقای نقدی عدد و رقم ب... 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 اعلام کرده که عدد رقم ها مهمه چون مثلا گفته رشد ایران بانک جهانی گفته 4.7 درصده 7 آمریکا کمتر از یه درصد اتحادیه اروپا کمتر از 2 درصد و ژاپن یه ذره بیشتر از یه درصد که خب هیچ کدوم از این عدد و ارقام درست نیستند اما مسئله اینجاست که اگرم درست بودن به فرض بازم مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با به عنوان یک کشور در حال توسعه با یک که وضعیت رشد اقتصادی بسیار پرنوسانی داشته با یه سری کشورهای توسعه یافته قیاس معالفارقه ببین ما یه دونه آمار قطعی داریم که آخریش مال سال 2021 توی اونجا نرخ رشد اقتصادی آمریکا و اروپا از ایران بیشتره و ایران از ژاپن بیشتره اتفا... خیلی هم چیزه یعنی جالبه آمریکا نرخ رشد اقتصادیش نزدیک 6 درصد سال 2021 که خود اینم یه پدیده استثنائیه چون بعد از رکود سال 2020 و اینا به خاطر کرونا یهو نرخ رشد میره بالا شما وقتی رکود داشته باشی بیفته پایین وقتی میخواد برگرده به شرایط عادی نرخ رشد بالا برای ایران هم وضعیت همینه آقا ده سال اقتصاد پرنوسان با رکودای بسیار بسیار شدید داری خب خیلی اتفاقی نمیفته که یه هوی یه سال رشد بالا باشه یعنی اگر ایران از آمریکا نرخ رشدش بیشتر باشه خیلی هم بیشتر باشه اتفاقی نیفتاده یعنی چیزی نیستش ایران که سهله کشورهای در حال توسعه هستن اصولا باید نرخ رشدشون بیشتر باشه یه اقتصادی که رسیده به یه مرحله صبات نرخ رشدش میاد پایتر یه اقتصادی که حالا میخواد بیاد و خودشو برسونه قاعدتا سرعتش بیشتره بقول قول سرعت رشدشون بیشتره یه مقداری میاد نکته اینجاست که حالا البته سال 2022 آمار قطعیش منتشر نشده نیستش حتی فکر میکنم آمار قطعی رشد اقتصادی سال گذشته تو ایران هم ما نداریم هنوز آمار در نیامده ولی یه برآوردهایی هست تو چشمانداز هست که بازم اون چشماندازی هم که بانک جهانی منتشر کرده تا آخرین گزارش چشماندازی که داره عدداش با این عدد رقمایی که آقای نقدی گفته یکی نیستن اختلاف دارن خب اونجا مال آمریکا یه ذره پایینتر از ایران اختلاف دارن که خیلی هم چیز عجیبی نیست دیگه ما داریم درباره یه وضعیتی صحبت میکنیم که داریم در به یه اقتصاد پرنوسان ببین آقا شما میدونه سی سال 1395 2017 میلادی ایران بالاترین نرخ رو ایران و عراق بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا رو داشتن آیا اتفاقی که حسن روحانی خیلی روش ازش استفاده میکرد تو های مثلا بین‌المللیش که ما هم اونجا هم رفتیم سراغش و فکچکش کردیم اگه تونستی بیای 8 سال نرخ رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشته باشی چیزی داشته باشی اون موقع میتونی بگی که آقا ما رو روند اقتصادمون روبه رو به رشد و داره رشدی رو دیگه ولی همون سال 95 سال 2017 که نرخ رشد اقتصادی ایران 12 13 درصد بود خیلی یهو یه جهشی بود دو سال بعدش با سر اومد پایین شد منفی 8 درصد یه چیز اینجوری شما یه چنین اقتصاد نپر نوسانی و اگه یه سال رفتی بالا نمیتونی بیای مقایسه کنی با یه کشوری که به هر حال یه نرخ رشد ثابتی داره وقتی هم بحران سرش اومده مثل کرونا میبینیم اونم یه نوسان خیلی جزئی داره نمیتونی این دوتا رو مقایسه بکنی مقایسه اشتباه مقایسه غلطی مقایسه گمراه کنن دیگه ولی نکته اینجاست که آقای نقدی حتی این مقایسه هم نتونسته درست انجام بده عدد رقمایی که گفته اونا هم غلط گفته این تلاش نافرجام اینا رو یعنی واقعا چیزی که میگه این گزاری میگه از شدت نادرستی از شدت گمراه کنندگی که به مرحله میرسه که ما احساس کردیم این نچه که باید بهش شاخدار این هفته ما یه نشان درست هم داشتیم که دادیم به آقای علی متحری فرزند مرتضا متحری و ناکر نایب رئیس مجلس دهم ده هم بود فعال سیاسی اصولگراه آقای متحری گفته بود که انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی سران قوه مشکل قانونی داره ما هم مسئله رو بررسی کردیم دیدیم که درست میگه او بهش نشانه درست دادیم آره ایشون حرف کلیش اینه که این شورای عالی حالا یه زمانی به خاطر یه استراری درست شد که بتونه تحریما رو دور بزنه گفته که ما خارج شدیم از اون شرایط و دیگه باید تموم میشده کار اون شورا چون شورام حرف و حدیث دورش زیاد بود دیگه در واقع داشت قانون وضع میکرد بدون اینکه از طریق مجلس رد شده باشه و این اصلا طبق قانون اساسی ای ایران مجاز نیست برای همین حرف حدیث خیلی زیاد بود ولی چون به حکم رهبر انجام شده بود برای همین تنها قانونیش کرد. اختیارات فراقانونی و نامحدود رهبر اگه اونو بپذیری میگه آقا قانونی و این خود اون شورای هم غیر آره حالا باز به اونم میرسیم دیگه الان به حال آقای متحری میگه دیگه اون شورا فلسفه وجودیش از بین رفته و الان انتخاب محسن رضایی به عنوان دبیرش و یه سازوکار دبیرخانه هم براش راه انداختن یه امر غیر قانونیه البته محسن رضایی هم به تازگی این پست رو نگرفت تا رئیسی شهریور 1400 پست رو داده بود به محسن رضایی ولی خب تو این روزای گذشته که آقای رضایی از معاونت اقتصادی رئیس جمهور استفاده داده اومده بیرون دوباره برای محکم کردن پست دبیری شورا رو دوباره برشون در واقع صادر کردن دیگه منصوبش کردن آره همجور که گفتی این پست رو از 1400 داشته ولی اتفاقی که افتاده اینه که تو این انتصاب جدید مسئولیت هاش رو تشریح کرده که خب به نظر میرسه که اتفاق تازه ای در شورای عالی همانگه اقتصادی سران قوا داره میفته ما تو مطلبی که منتشر کردیم تاریخچه این شورا رو هم بررسی کردیم حالا برای یادآوری یه بار دیگه اینجا میگیم برمیگرده به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اسفند 1396 یه صحبت هایی در این زمینه میکنه از اصطلاح به دست گرفتن فرماندهی جنگ اقتصادی و جنگ روانی استفاده میکنه خودش و بعدا میگه رهبر هم موافقت کرده و دیگه خرداد 1397 یه شورای 12 نفره تشکیل میشه با حضور سران سه قوه یعنی این بخش که علی متحری میگه این شورا مال زمان خاصی بوده واقعا توی یه زمان خاصی برای هدف خاصی تاسیس شده دقیقا زمینه که خب اصلا تشکیل چنین شورایی مخالف اصل تفکیک قواست تو اصل 57 قانون اساسی این تفکیک قوا اومده به خصوص که نقش مشورتی هم نداره این شورا میتونه قانون بذاره تصویب کنه و این قوانین بدون اینکه نیاز باشه به جای دیگه ای بررسی بشن چون همه قوانین طبق قانون اساسی باید از توسط مجلس تایید بشن این قوانین مصوبه این شورا اصلا میتونن اجرایی بشن به جز این همون زمان که این شورا تشکیل میشن میگن این شورا موقته و سعی میکنیم که قانون هم تصویب نکنه مثلا علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی این حرف رو زد خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم فروردین 1402 تاکید میکنه روی این مسئله یه دانشجو توی یکی از این دیدارها ازش میپرسه که این جلسات چیه این جلسات شورا که خامنه ای اونجا میگه این جلسه دائم نیست موقتیه ولی خب رئیسی تو این حکم جدیدی که صادر کرده به منویات مقام معظم رهبری و جایگاه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرده تون تو حکمش ما حالا جزئیات بیشتر رو تو مطلبم هم نوشتیم همه نقل قول ها و لینک ها رو پس به صورت خلاصه این صحبت علی متحری درسته شواهد زیادی وجود داره که این شورای عالی یه چیز موقت بوده از اولم نباید قانون تصفیب میکرده و با این انتصاب جدید باید دید که چه اتفاقایی میفته و خب ما بهش نشان, نادو... نشان, درست دادیم عادت کردم بگم نادرست مده. علی مطهری رو نشان درست میدیم یعنی درست آره. به نکته که واقعا بحثه حالا فقط همین شورای هماهنگی سران قوا نیست این مسئله تو ایران درباره ابهامی که وجود داره درباره جایگاه قانونی یه سری نهادها که خیلی هم پررنگ نقششون تو زمین های مختلف مثل همین شورای هماهنگی سران قوا مثل شورای عالی انقلاب فرنگی اینا واقعا خیلی ابهام وجود داره بحث اینجاست که اینا هیچ کدوم تو قانون اساسی نیمدن اینا همشون مقایر اصل تفکیک قوا هستن اینا خیلی یعنی این ایرادای چیزی رو با متن با کا... چیزی که رو کاغذ نوشته شده دارن اما از اون طرف هم کسایی که مدافعینن اینا, اینا میان با استناد به اختیارات نامحدودی که برای ولی فقی و رهبر در نظر گرفته شده این رو توجیح میکنن که البته بازم اینم بالا یه سری ایراد میگیرن میگن نه وظایف و اختیارات رهبر مشخص شده دقیقا اینا نیمده اما بحث اینجاست که همین قانون اساسی حق تفسیرش رو به صورت انحصاری گذاشته در اختیار شورای نگهبان که شورای نگهبان میاد در واقع تفسیر میکنه که چی درسته تا الان هم شورای نگهبان اوکی بوده با اینکه رهبر هر کاری دلش میخواد بتونه انجام بده هر نهادی دلش میخواد بتونه در هر شرایطی که دلش میخواد تاسیس بکنه خارج از قانون یا داخل قانون تا الان یه چنین چیزی هیچ وقت مشکل و مسئله نداشته ولی از اون ورم خب تو اصل 110 که وظایف اختیارات رهبری توضیح داده شده این اشاره بهش نشده و اصلا طبق قانون اساسی اختیار واگذاری حق قانونگذاری به نهادی غیر از نهاد مجلس رو رهبر نداره و هیچ بندی از مواد اصل صد قانون اساسی چنین چیزی رو نگفته حالا یه, یه لیست یازده بند جمله ایه یعنی یازده تا وظایف و اختیارات داره رهبر طبق قانون اساسی و به طور خاص اشاره شده که در قانون اساسی که هیچ نهادی غیر از مجلس نمیتونه قانون بذاره چیزی که خب ما میبینیم تو با تشکیل این شورای عالی داره نقص میشه ولی همونجور که گفتی بستگی داره این قوانین چجوری تفسیر بشه دیگه خلاصه چیز عجب غریبیه قانون اساسی بله خب یه فکچه که اقتصادی دیگه هم داشتیم این هفته که یه گفته ای از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا رو فکچه کرده بودیم یه گزارشی نوشته بود که توش گفته بود تورم هفتاد درصدی دروغ بود متنش هم اینه گفته در حالی برخی رسانه های منتقد دولت از تورم هفتاد درصدی خبر میدادند که بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در اردیبهشت وارد کانال 50 درصد شد. آرزاد یه توضیح برای ما بده که چقدی موضوع این فقط همین چیز اختلاف عدد رقم در حد خیلی محدودی درباره یک پدیده واقعی که اونم به اسم تورم خیلی شدید الان مثلا همین کانال 50 درصدی که ایرنا میگه منظور 59 خورده ای درصده میگه کانال 50 درصد ولی حالا ببین بانک مرکزی هنوز گزارشه شاخص بهای کالا خدمات مصرفی مناطق شهری که همون که تورم میگیم بهشون منتشر نکرده برای فروردین اردی بهش یعنی ما عددا رو نمیدونیم یه رسانه هایی از جمله وبسایت اکو ایران روزنامه دنیای اقتصاد اونا اومدن تورم نقطه به نقطه فروردین امسال رو با استناد به جدولی که بانک مرکزی در واقع منتشر کرده بود با اون تخمین زدن که این 68 تا 7 درصد ببینیم آقای فرزین که رئیس کل بانک مرکزی توی همایش سیاست های پولی و بانکی یه سری نمودارایی نشون داد که توی اون نمودارا نشون میداد تورم فروردین ماه 6 و 7 درصد کمتر از گزارش های رسانه یاد شده است یعنی 62 و 4 درصده ایرنا بر این اساس ایرنا هم اومده داره بر این اساس داره یه چنین چیزی رو میگه خب دلیلش هم که چیزی که داره فرزیم نشون میده مشخصه که سال پایه تغییر کرده قبلا هم مرکز آمار سال پایه رو تغییر داده بود از 95 که بود و 1400 که این یه ذره خودش تغییر ایجاد میکنه که سال پایه هم میدونی که سالی هستش که میان تغییر ها رو بر اساس اون میسنجن مثلا قبلا اینجوری بوده که میگفتن سال پایه 95 این شاخصش میشه 100 شما بعدا خوراکیا و آشامیدنی‌ها رو می حساب سال 90 و چیش میشه مثلا صد و ده تورم مثلا ده درصدی داره این سال پایه اینجوریه هر چند سال یه بار مخصوصا تو کشوری که تورمشون خیلی زیاده میان این سال پایه رو تغییر میدن عدد رقم ها تغییر میکنه یه مقداری درصدها و نسبت ها تغییر میکنه ما در مورد مرکز آمار هم دیدیم که این سال پایه رو تغییر دادن یه هوا نرخ تورم درصد تورم اومد پایین که همون موقع بی بی سی مطلبی کرد که نوشت که برای یعنی در واقع این باعث شدش که نرخ تورم سال 1401 رکورد مثلا چیز رو با یک دهم درصد اختلاف نز... نشکسته باشه در سالی که آقای خامنه ای اسمش گذاشته سال معار تورم حالا مثلا رکورد چگنی یعنی تورم اتفاق بله سال پایه تغییر دادن یه ذره عدد رقم ها تغییر کرده ولی نه اون حدی که حالا اومده و ایرنا گزارش داده که تورم 70 درصدی دروغ بود و اینا ما به همین دلیل در واقع بهش نشان گمراه کننده دادیم چون اون چیزی که نوشتن مبنا و اساس مشخصی داره بر اساس عدد و رقم ها و جدولایی که بانک مرکزی منتشر کرده ما هنوز اون چیزی که فرزین گفته و ایرنا بهش استناد کرده و اینا منتشر نشده و فعلا مبنا همونیه که میدونیم حالا اصلا شما اینا رو بذار کنار بگو آقا 62 4 دامه درصد یا 69 و 4 دامه درصد یا همه یعنی کانال 50 درصدی و این چیزا هم واقعا نکته جالبیه دیگه با مزده است <متصفيق> آقای ابراهیم رئیسی بعد از سفر ونزوئلا نیکاراگوه و کوبا به ایران برمیگرده و میگه ایران حرف اول منطقه رو تو صنعت داروسازی میزنه فقط منظورش مثلا فناوری نبوده کلا گفته ما وضعمون از همه نظر خوبه بله بله اصلا بحث صادرات اینا رو هم پیش کشیده اصلا گفته که محصولات دانشبنیان ما باید صادر بشه خیلی از مراکز باید بیان محصولات ما رو ببینن افتخار ما ما در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حرف بالایی داریم و تو منطقه حرف اول رو میزنیم و در جهان حرف رو گفتن داریم خلاصه یعنی مشخصه بحثش بحث داره مشخص درباره صادرات و درباره این صنعت داروسازی داره صحبت میکنه خب ما بررسی کردیم این ادعا رو رفتیم سراغ شرکت های برتر داروسازی توی فهرست 100 شرکت برتر دارویی دنیا اسمی از شرکت های ایرانی نیست ولی از اسرائیل و اردن شرکت داریم به جزون اون اگه به خود بازار خاورمیانه هم نگاه کنیم میبینیم اصلا توی این منطقه همه شرکت های فعال شرکت‌هایی هستن که خودشون ای نیستن غیر از شرکت الحکمه که همون شرکت اردنیه که گفتم جزو 100 شرکت برتر دنیاست به صورت خاص مثلا ردیبندی 20 تا شرکت اول بایوتک منطقه خاورمیانه رو بررسی کردیم 16 تا شرکت اسرائیلی بین این 20 تا تا اماراتی و یکی ایرانی که شرکت داروسازی آریوژن به جز شرکت ها مسئله صادرات و فروش دارو رو هم بررسی کردیم شرکت های خاورمیانه سهم خیلی ناچیزی دارن از بازار داروی دنیا ولی خب در همین حد هم اسرائیل با نزدیک 3 میلیارد دلار در سال داره دارو میفروشه که اول تو منطقه بعدش هم ترکیه و امارات هستن رتبه ایران هم دهمه ده ما جدول این آمار صادرات رو هم درست کردیم رو سایت هست در تو این مقاله و به رده لینک دادیم از جهت های دیگه هم این مسئله رو بررسی کردیم مثلا در منطقه فقط یک سازمان غذا و دارو داریم که اعتبار بین المللی داره و اونم سازمان غذا و دارو اسرائیله یعنی اگه این سازمان یه دارویی رو تایید بکنه در اروپا این دارو معتبره یه جایی البته میشه ادعای قدرت داروسازی ایران رو پذیرفت در حوزه دانشگاهیه ما در مقاله به گزارشی اشاره کردیم که خب توی ده تا دانشگاه برتر منطقه از نظر داروسازی اسم چند تا دانشگاه ایرانی است دانشگاه تبریز اوله دانشگاه تهران سومه بهشتی چهارمه و مشهد پنجمه یعنی تو پنج تا دانشگاه اول چهار تا دانشگاه ایرانیه و دومی فقط دانشگاه پادشاه آره بعد دیگه میشه دانشگاهی از مصر و اسرائیل و ترکیه البته بحث توی این دانشگاه ها و توی این رده بندی اینا باید گفتش که ما یه بحث واقعا توسعه نامتوازن و, و تعداد مقالات و اعتبار این چیزها رو داریم که الان نمیپردازیم بهش میایم بیرون ولی واقعیت اینه این چیزهایی که آقای رئیسی گفته هیچ نشانه ای از اینکه ایران تو صنعت داروسازی حرف برای گفتن باش داشته باشه دیده نمیشه و خیلی جالبه یعنی همزمانی خیلی جالب بود برای خود من که این حرف درست روزی مطرح شد یعنی ما روزی این فکت چک رو منتشر کردیم که هم روز قالیباف که رئیس مجلس یکی دیگه از سران قوا یه نطقی میکنه اعتراض میکنه به کمبود شدید دارو و یاد میکنه از اینکه میگه ما بحران دارو داریم در کشور و این دقیقا همون روزی این اتفاق که وزیر بهداشت میاد اعلام میکنه که مردم نگران نباشند ما مشکل ارز ترجیحی برای دارو رو حل میکنیم اینشاالله میتونیم از بحران دارو به سلامت بگذریم یعنی در شرایطی که ایران دچار چنین وضعیتیه رئیس جمهور اومده میگه ما قدرت دارویی اول منطقه هستیم اینو اگه حالا اون موقعی که ما داشتیم فکت چک منتشر میکردیم دیگه ما کاراشو انجام داده بودیم نشان نادرست ولی اگه قبلش مثلا یعنی دو روز قبلی اظهارات گفته بود میذاشیم که نه احتمالاً میتونستیم به این گفته نشان شاخدار بدیم دیگه بعد طرف قضیه هم بحث کشوری کردن تولید داروه خب این داروها در جهان توسط شرکت های بین المللی درست میشه تحقیق یه جا انجام میشه ساخت یه جاست نمیدونم این کشورهای مختلف تو شرکت ها نقش دارن اینکه حالا مثلا بگیم آمریکا داروش بهتر از نمام آلمان آلمان بهتر از ترکیه است این یه بحث ذره دقیق و علمی نیست و تا حدی جور نگاه عوامانه است به این ماجرا چون اصلا سیستمی که داره این شرکت ها توش اداره میشن و کار میکنن یه چیز دیگه است اون بحث کشوری و ملی و اینا نیست اونقدر و باید شرکت ها رو باید با هم مقایسه کرد خب آقا رضا بریم سراغ کامنت ها این بحث آقا گفتن هم همچنان تو کامنت ها ادامه داره خیلی ها گفتن که خیلی دفعه که گفتیم چرا ما اعتقاد کردن که چنقدر آقا آقا به هم میگید رو مخه بعد کلی کامنت گذاشتن نه اصلا رو مخ نیست مثلا حسین موین یوسف رضا نسیم آرش نامه نوشتن که بگید آقا حل مشکلی نداره خیلی هم خوبه یه این قضیه چیز شد همین جوری بیخ پیدا کرد بیخ پیدا کرد الان بیخ بگذریم دوستان دیگه مثل که قرار شد حالا ما هم خیلی آقا آقا نکردیم دیگه ولی دیگه چیکار کنیم آقا رضا مجبوریم بگیم آقا رضا من با چند روز پیش داشتم با مامانم حرف میزدم بعد اونم گوش میده پادکست رو گفتم که آره اینجوری شد میخوایم فلان کار بکنیم رضا داره همین کار میکنه و گفت آقا رضا تاسی هم کرد آره, آره خلاصه ولی اون هفته ای گفتیم ما قصد تیز نداریم یعنی قصد نه ادا در بیاریم نه حتی به هم احترام بذاریم از این آقا نه حتی اصلا بهش فکر, فکر آره کرده بودیم آره اصطلاح افتاده تو زبون ما مثل اوسی یه سری بهم میگن حاجی یه سری بهم میگن استاد یه سری ما هم همجوری از اول نمیدونم بر چه اساسی این مد شده و داریم اینجوری چیز میکنیم صدا میکنیم ولی ما اصلا بیشتر وقتا هم شما شما حرف میزنیم با هم بله شما بفرمایید اینجوری <تصفح> شما به ما گفتی که همیشه از شما استفاده کنیم آره قانونه تو تحریری همه باید شماست خب بریم سراغ کامنت ها که کامنت هایی که میشه یا باید جواب داد بهشون قبلش ما یه گفتگویی داشتیم با گفتگوی توییتری با محمد حسین راجی که دو بار ما فکچک کردیم گفته ایشون خب ایشون یکی از روحانیون جوانیه که زیاد در تلویزیون ظاهر میشه تعلیفاتی داره و خب در مورد سری مسائل روز و مخصوصا مسائل فرهنگی چند بار صحبت کرده ما دو تا از گفتاییشون رو هم جو که گفتم تا حالا فکت چک کردیم از این دو تا فکچکی که ما منتشر کردیم چند ماه میگذره ولی چند روز پیش آقای راجی یه توییتی میزنه که نوشته بسیاری تصور میکنن سایت فکنامه علمی و بیطرف است اما واقعیت 180 درجه متفاوت است آنها به شدت کم سواد و فریب کار هستند مثلا صحبت حقیقی در برنامه جهان که گفتم شاه به پادشاه عربستان نامه نوشته رو با اسم این که با اینکه اسم منبر رو پیدا نکردند در توییتر با آکانت های مختلف به برنامه فشار حالا خلاصه داره میگه که انتقاد میکنه از فکچکی اشارش هم به فکچکیه که گفته بود که پادشاه ایران به پادشاه عربستان نامه نوشته که مدرن شو به زنانت آزادی بده بذار دامن کوتاه بپوشن دامن کوتاه بپوشن وگرنه نظامت پابرجا نمیمونه و حالا خب پیام داستان هم واضحه دیگه ببینید دولت حکومت اون شاه از بین رفت حکومت اون شاهی که مسلمون بود و محافظه کار و سنتی پابرجا موند البته یه نکته هم بگیم ما هفته گذشته تیزر مستند جدیدمون که دروغ پراکنی برای افسه جاب اجباریه رو منتشر کردیم که اول اصلا این تیزر با صحبت های آقای راجی شروع میشه داره حرفایی رو درباره عادی بودن هجاب در کشور غربی و اینا میزنه ولی حالا صرف نظر از این در مورد این فکچکی که آقای راجی میگه خیلی جالب بود که ما به این نشانه نیمه درست هم داده بودیم یعنی <تصح> <تصح> نیمه درست داده بودیم و آقای راجی هم داره به اشتباه میگه که ما اشاره نکردیم به منبعش ایشون okay. این منبع این رو همونجا میگه به نقل از نیویورک تایمز و ما هم رفتیم تو نیویورک تایمز پیداش کردیم این ولی بازم فکتوال نیست این نقل قولی است از سفیر وقت عربستان در واشنگتن در مثلا حالا این نیویورک تایمز اینم چند سال پیش بود 21 سال پیش مال 21 سال قبل بوده که اونجا نیویورک تایمز اینو به نقل از سفیر چیز میکنه و ما تو مقاله بهش گفت اشاره کردیم که بله ما اینو پیدا کردیم و به همونجوری که گفتی بهش هم نیمه درست دادیم آقای راجی بعدن حالا این بحث ادامه داشت میگفت چرا درست ندادیم من که همین چیزا حالا گفتیم حالا سر درست و نیمه درست کمتر چونه میزنن ولی به همون دلیلی که قبلتر تو همین اپیزود بهش اشاره کردیم ما اگر درست میدادیم یعنی اومدیم این حرفه این چیزی که سفیر عربستان گفته رو اینو تایید میکنیم انگار واقعا تایید میکنیم که شاه ایران یه چنین چیزی رو به شاه عربستان گفته در صورتی که یه چنین چیزی تو هیچ کدوم منابع تاریخی دیگه غیر از این چیزی که بندر بن سلطان گفته ذکر نشده بسیار محتمل هستش که این بخشی از تبلیغات عربستان سعودی باشه به حال به نفع اوناست که داره توجیه میکنه ببینید ما چقدر برای آره موجه کردن نوع حکومتشون و قوانینشون خلاص ما گفتیم اگه درست میدادیم این شاعبه به وجود می این که واقعا یه چنین اتفاقی افتاده و یه چنین دیالوگی برقرار شده ما از نشان نیمه درست به اعتبار اینکه شما آدرس دادی و منبع رو گفتی نشان نیمه درست هم دادیم مثلا اون بخش اینکه شما اومدی از این برای توجیه حجاب اجباری استفاده کردی و اینا نپرداختیم اشاره نکردیم خلاصه ما یه بحث اینجوری با ایشون داشتیم البته که یه فکچه که دیگه هم ازش منتشر کردیم به اونم معترض بود به اون یکی شاختار داده بودیم درباره جنبش میتو و جنبش بدن, زن... بدن my من body, my حق my منو و ایشون ادعایش این بود که مای بادی مای بعد از جنبش بعد از این جنبش در دهه 60 میلادی آمار تجاوز و حالا به قول ایشون یه سری ناهنجاری های اجتماعی در مورد زنان بالا رفته و ما تو اون فکچک چک هم بهش گفتیم یعنی به این نکته اشاره کردیم که جنبش مای بادی مای اصلا ربطی به پوشش نداره بیشترش تقریبا بیشتر این تمرکز این جنبش روی حق بارداری حق تمام کردن بارداری به اختیار بحث این بحثاس که پیش اومد از دهه 60 میلادی ربطی به هجاب نداره و اینکه حالا باید بخوایم ربطش هم بدیم به تجاوز و آمار تجاوز به این راحتی ها این قضیه این موضوع نمیتونیم حالا خوبه یادآوری کنیم ما توی اون مقاله و مفصل نوشتیم دلیل اون که واقعا بحث ارتباط بین نوع پوشش و آزار جنسی و تجاوز هم خیلی چیزی نیستش که واقعا اینجوری که میگن نیست اتفاقا شواهدی وجود داره که نشون میده که زنانی که مورد تجاوز ارتباط مستقیمی حداقل بین نوع پوشششون و نوع اینو وجود نداره تجاوز هم یک مسئله تجاوز آزار جنسی هم یه مسئله متأخر نیستش که بعد از جنبش های اجتماعی حقوق زنان تو غرب به وجود اومده باشه نه توی غرب از قدیم بوده تو شرق هم بوده تو کشورهای مسلمان هم بوده تو هند و پاکستان و تو ایران هم هست خیلی از مصادیق چیزی که تازه تو غرب بهش میگن تجاوز توی کشورهای اطلامی و کشورهای مثل همین که گفتم اونا مستاق چیز طبیعیه چیزی که بهش میگن جای دیگه غرب تو فرهنگ آقای راجینا بهش میگن تمکین بهش میگن بله. این تفاوت ها وجود داره خلاصه ما اونجا اونجا هم اگر بخوام دفاع بکنیم از نشان شاخداری که دادیم به آقای راجی گفتیم نشان شاختار رو به تو, تو ندادیم هر کی دیگه هم این گفتر رو میگفت نشان شاختار رو چون یک سری گزاره نادرست درباره چند تا جنبش از جمله جنبش میتو جنبش همین حق بدن من حق من و همینطور یه سری مسائل درباره نحوه پوشش در تاریخچه پوشش اروپا این گزاره های غلط پشت هم و نتیجه گیری غلط باعث شدش که ما اونجا هم بهش نشان شاخدار بدیم بله و ایشون هم خب راضی نشد ما هم ول کردیم دیگه ما توضیحاتی که باید میدادیم رو دادیم و یه مثالی رو هم زدیم که بحث بالا رفتن آ... آمار تجاوز این آمار همجور که شما گفتی که آمار باید بر اساس گزارش قربانیانه در صورت باید ای تشکیل بشه برای اون تجاوز که آماری هم ثبت بشه در یک جامعه ای که پرونده تشکیل نشه برای خیلی از این رویدادها خب طبعا آماری هم بالا نرفته نمونهش هم کشور سوئده که جزو بیشترین آمار تجاوز داره رو کاغذ ولی آیا این و یعنی که وضع زنان سوئد بده نه این داریم داریم به این نکته چیز میکنیم که برای هر پرونده هر شکایت یه پرونده تشکیل میشه و همینجوری هم که گفتی خیلی وقتا هم اصلا بحث داخلیه داخلی میگم من دامستیک رو ترجمه کردم بحث خانگیه تجاوز خانگی خب بریم یه سراغ کامنت های شنونده ها اگه موافقی یه دونه انتقاده که <applause> اول پادکست گفته عینش رو کامل بخونیم که گفته بود چرا انقدر توضیحاتتون طولانیه طولانی طولانی ترش هم میکنیم که بگیم ما چرا داریم میخونیم من عینا میخونم <applause> یه نفر تو خواب هی مرتب میگفت تشنمه تشنم خانومش رفت یه لیوان آب آورد داد بهش گفت بخور بگی بخواب آب و خورد و خابید و شروع کرده که دیدیدش نم بود دیدیدش نم بود حالا شما همین جوریه هی مرتب مقدمه فکنامه رو میگین حالا همه میان توضیح میدین که چرا باید مقدمه رو بگیم چرا باید این مقدمه رو بگیم این طولانی ترش میکنم خیلی با مزه بود محمود اینو محمود گفته بود امیر پیشنهاد داده بود که گفته اگه ممکنه جدول ها و نمودارهایی که تو اپیزودی بهش ارجاع داده میشه برای اطلاع بیشتر مخاطبان به دستمون برسه حالا مثال هم در نرخ باروری زده بود که ما تمام این نمودارها و جدولهایی که حرفش رو میزنیم در مطلب رو سایت هست و لینکش رو هم تو توضیحات میذاریم اگر اون موضوع رو برید تو توضیحات نپیدا بکنید میتونید برید رو سایت و در مطلب کامل این رو ببینید ما خواهش کردم از آقافشین من لینک چیز رو میفرستم لینک بانک جهانی در مورد همین نرخ باروری که گفتیم هشتاد کشور در حال حاضر نرخ باروریشون مم. از ایران کمتره که اینجوری های تبلیغ میکنن میگن وضعیت ما خیلی بده و اینا ولی 80 کشور الان از ایران میزان زاد ولدشون کمتر لینک بانک جهانی میفرستم اونجا یه ابزاری داره تنظیم میشه کرد که کشور رو به ترتیب از بالا به پایین نشون بده اون لینک رو ریپلای میکنیم به همین کامنتی که گذاشتن که حالا ملاحظه کنن تو سایت هم گذاشتیم سبا نوشته برامون این جریان انتشار بعضی از فکچک های شما در ایران اینترنشنال خیلی باعث سوء تفاهم شده بد نیست شفاف سازی کنید توضیح بیشتری نداده که منظورش از سوء تفاهم چیه ما قبلا هم اعلام کردیم این ویدیوهای یک دقیقه که ممکنه در ایران اینترنشنال از فک نامه ببینید یه همکارییه که اتفاقا ما هم پیشنهاد دادیم و الان فکر کنم بیشتر از یک ساله چند وقته که ادامه داره ما برای اینکه فکت چک هامون بیشتر دیده بشن و این فکت ها و اطلاعات نادرست کم یعنی تاثیرش کمتر بشه به دست تعداد بیشتری از مخاطبا برسه این کار رو با ایران اینترنشنال داریم انجام میدیم یه همکاریه که از فکچک هایی که ما انجام میدیم خودمون ویدیو میسازیم و میفرستیم براشون و اونا پخش میکنن که اتفاقا سر این قضیه یکی از ویدیوهایی هم که پخش کردیم همون ماجرای فدراسیون سکس در سوئد بود که اتفاقا خود ایران اینترنشنال خبر نادرستی رو که پخش کرده بود و منتشر کرده بود خیلی کمک کرد به بیشتر دیده شدنش ما اتفاقا یه ویدیو هم فرستادیم درست کردیم درباره همون و اصلا حتی به عنوان جایی که خبر این خبر نادرست پخش کردن ایران اینترنشنال هم و پخش هم شده بود یعنی به حال این کار رو ما مستقلا انجام میدیم فقط کاری که اینترنشنال میکنه اینه که اونا رو میذاره لابلای برنامه هاش دوستان لطف کردن چند تا پیشنهاد پادکست و ویدیو هم گذاشتن از جمله مهدی یه اپیزود از پادکست تنز رو درباره تئوری توته پیشنهاد کرده که گوش کنید من هنو گوش نکردم ولی دوست دارم این پادکست رو با مزه است یه ویدیو تئوری توته هم از علی بندری توی پادکست و کانال یوتیوب بی پلاس در واقع توصیه کرده بود که ما هم در واقع توصیه رو در توصیه میکنیم که ببینید و بشنوید دوستمون خشایار هم گفته بود مهدی این دوتا رو گفته بود بعد okay. دوستمون خشایارم در واقع به اشاره ای که ما تو اپیزود قبلی به دارکنت دایریز داشتیم و در واقع بحث حمله هکرها و اینها اشاره کرده بود که گفته اونم در واقع مشتری اون پادکست و اپیزود سی شو که داستان حمله به آرامکو از طرف هکرهای ایرانی توصیه کرده که اون رو هم بشنویم و یه سری از دوستانم پیشنهاد فکچک برام فرستاده بودن از جمله یکی از دوستان که پاپکان اگه اشتباه درست تلفظ کرده باشم گفته بود که این که جمعیت ایران تو سایت مرکز آمار 85 میلیونه تو ورد میتر 87 میلیونه تو ورد پاپولیشن 89 میلیونه اینو هم فکت چک کنید ببینید قضیه اش چیه اتفاقا این سوال ما هم هست چون میریم سایت بانک جهانی نگاه میکنیم اینو 89 این برآورد جمعیت سرشماری انجام نشده سرشماری سال 1395 آخرین سرشماری سال 1400 به خاطر کرونا و به خاطر صرفه جویی در هزینه انجام ندادن سرشماری 1400 رو و ما داده های جمعیت ایران رو واقعا کسی الان نمیدونه چقدره ولی مرکز آمار مرتب داره بر اساس نرخ باروری نرخ مهاجرت این چیزهایی که داره بر اساس متغیرهایی که هست بر برآوردهایی رو منتشر میکنه من خودم شخصا برآوردهای مرکز آمار بیشتر چون مرتب بروز میشه و اینها بیشتر اعتماد میکنم و جایی اگه بخوام مقاله ای چیزی بنویسیم به این میاد خیلی هم فرقی آنچنانی نداره ولی بله این واقعا این, نابسامانی و این اختشاش آنباری خیلی چیز خوبی نیست یکی از دوستانم گفته بود که صحبت های برژینسکی در ناتو رو در خصوص قدرت ایران فکر چک کنیم که بررسی میکنیم چشم اگه فرصت شد وقت داشتیم لابله کارا میریم ببینیم که چی گفته به بعدش اگه قابل فکر چک بود بررسی میکنیم بقیه دوستانم خیلی کامنت های با محبتی گذاشتن برامون مثلا دیدیه کامنتی برامون گذاشته که خیلی اصلا آدم دلش روشن میشه نوشته که عالی بود من فقط به خاطر پادکست شما ساعت رو شب قبل روی هشت صبح ست میکنم هشت صبح جمعه بقیه هم مونلایت خدانور احسان آسپترون نمیدونم دارم درست میخونم یا نه رامین اسمای درست بذارید دیگه دوستان <applause> من نمیدونم اگه اشتباه گفتم بگید بعد آره این دوستان برای آره ما کامنت های خیلی محبت آمیزی گذاشتن خیلی ازشون ممنونیم واقعا لطف دارید به ما روحیه می‌گیریم ما روحیه که واقعا میگیریم چون نمیدونم آغارزا رو نمیدونم ولی من که هنوز خودم خیلی پادکستر نمیدونم چون کار اصلیمون نیست برای همین وقتی این پیام های محبت آمیز ها رو می نویسید. هم یه ذره بیشتر استرس میگیریم که بهتر کنیم کار رو یه وقت افت نکنه که دوستان ناامید بشن از همون. ولی از اون هم خیلی امیدوار میشیم به زحمتی که میکشیم برای ضبط و آماده کردنش که البته خب زحمت اصلی رو افشین میکشه تایی کننده پادکست که آره بیشتر ما فقط میام اجراش میکنیم و یه ذره وراجی ما وسیله بقیه کارا قبل و بعد از ضبط بار اصلی بار اصلی نه تمام بار رو دوش افشینه خلاصه این از اپیزود 117 آقا رضا بله ان اپیزود 1117 ان شاء الله 1117 داریم نزدیک میشیم به خب خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو گوش میدید آقا فراد یه چیزی چرا من یه سوال دارم چرا کسی گیر نمیده بگه این آخر پادکست که هر دفعه تکرار میکنی گوش نمیدن اینو تا این شروع میشه قطع میکنن دیگه برای همین اذیتشون نمیکنه نه ولی ما ولی... حالا من اون دفعه هم گفتم ما اگه تونیم تنظیم کنیم اول پادکستمون و جمله هامون و اینا 15 ثانیه 15 ثانیه بگیم خب دوستان میتونن بزنن جلو دقیقا دو تا بدونیم. دو تا 15 ثانیه بزنن, بزنن. بزنن جلو تا ثانیه بزنن جلو آره تبلیغا و اون چیزا میره بعد میمونه ازش آره. اصلش مغزش اون رو حسه و پوستش انگام میکنی مغزش میمونه <applause> آره خلاصه اگر شاکی بودید از بخشایی از پادکست اگر چیزی به قول دوستان رو مختون بود حتما برامون کامنت بذارید تو کس باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر زمینه که خیلی خوشحال میشیم پادکست رو بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که پادکست گوش میدید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو رو کانال تلگرام با کمی تاخیر و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در اون اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بتونید دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدری آدرس سایت ما هم از فکنام دات کام. خوشحال میشیم سر بزنید بهش وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشین خدا